درود یا خدمت تمامی سروران کشتی دوستان و همراهان همیشه یک کانال حسین نظری MMA با یک کشتی زیبای دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. یک کشتی از سری مسابقات جام ایوانوویچ که در سال 2021 چند ماه پیش در سربستان برگزار شد. کشتی وزن 67 کیلوگرم بین محمد جواد رضایی در مقابل نظیر عبداللایف روس. بریم با همین کشتی زیبا رو ببینیم، امیدوارم که لذت ببرید. خب دو کشتی گیر بریم تو شکل اومدم و کشتی آغاز میشه. در اینجا نظیر عبداللایف روس با دو بنده آبی در مقابل محمد جواد رضایی با دو بنده قرمز از گم در مقابل همدیه قرار گرفتن، رو دسته همدیه کار میکنن. کشتیگیر پرقدرتی از کشتیگیر روز داره، داور یک بار به کشتیگیر روز و حالا یک بار به کشتیگیر ما نشون میده که کم کار هست. حالا به کشتیگیر روز میگه که رو به جلو کار کنه. ببینیم کدوم کشتیگیر اختار اول رو دریافت میکنه. همچنان رو دسته همدیه کار میکنن. گلدور هست کشتیگیر روز، دسته رو گرو میگیره، یه دستو کشید رضایی، ولی باهوش از کشتیگیر روز. ببینیم داور چه میکنه. بله و اینجا اختار رو به روی کشتیگیر ما میزنه و باید در خاک کشتیگیر روز بنشینه. بچه کشتی یک بر صفر میشه. داور یکی دوار دویسی چهل کرد و قرعه به نام کشتیگیر ما افتاد. ببینیم میتونه مقاومت کنه یا نه. خوبه، همین درسته. بله بدنش رو به همون طرف برمیگرد و لیفت میکنه. کشتیگیر روز لیفت کاملی هم کرده، باید مراقب باشه چارتایی نگیره، نباید به پشت به روی تشک بیاد. کاملا لیفت کرده و این کار رو هم میکنه. یه لحظه هم رو پل نگه داشته، امیدواریم فرار کنه رضایی از این محلکه. بله در میره، ولی خب چارتایی رو از دست داد. چه کشتی 5-0 میشه متاسفانه. البته زمان هست و میتونه رضایی به کشتی برگرده و امتیازاتش رو جبران کنه. سخته ولی غیر ممکن نیست. ببینیم چه میکنه. دلوار ما از گم همچنان رو دسته همدیه کار میکنه. یه لحظه نشست برای کمرگیری، ولی مگه دستا رو رها میکنه کشتیگیر روز؟ دستا رو گرو گرفته تا نتونه رضایی فنون خودش رو به جا بذاره. ببینید آرجو کاملا چسبونده به دنده ها تا نتونه زیر کتف بزنه. حالا دستا رو گرو گرفته کشتیگیر روز. گلدور هست، سر و سینه بالا، ببینید رو به جلو داره کار میکنه، اجازه نمیده رضایی ما دستا رو گرو بگیره یا زیر کتف بزنه. حالا رضایی ما هم کاملا زیر کتف رو بسته. 30 ثانیه تا پایان 3 دقیقه اول زمان داریم. بچه کشتی همون 5-0 ادامه داره پیدا میکنه. یه چارتایی لیفت و سالتو انداز رو از دست دادیم و بچه کشتی 5-0 شد. جواد رضایی تو این دور از مسابقات در دور اول چون حریفی از یونان حاضر نشد به راحتی به دور دوم رفت. در دور دوم هم 9-0 علیرضا نجاتی از کشورمون رو، هموطن خودش رو شکست داد و به این دوره رسید. این دوره نیمه نهایی خودش رو رسون. اگر این کشتیگیر رو شکست بده، این امتیاز رو هم داریم که علیرضا نجاتی میتونه در گروه بازنده ها به کشتیاش ادامه بده و شاید خودش رو به برنز برسونه. ببینیم چه میکنه با این کشتیگیر روز. اگر کشتی رو واگذار کنه باید برای برنز بجنگه. امیدواریم که برنده میدان باشه و علیرضا نجاتی هم شانس مجدد داشته باشه برای ادامه کشتی ها. دو کشتی که برای توشک برمیگردن بعد 30 ثانیه استراحت تا ببینیم چه تاکتیکی رو مربی های تیم ملی ما برای ادامه کشتی در نظر گرفتن. دو کشتی رو دسته هم کار میکنن. کشتی گیر روس هم تمپو رو بالا آورده تا بهش اختار ندن. یه دستو کشید، دستا رو گرو گرفته. ببینید کشتیگیر روز پر قدرت و خوش نفس هست، نمیخواد پاپس بذاره.
یه لحظه زیر کت میزنه، دسته هم دیگه کار میکنه همچنان. حالا دسته کشتیگی روس رو گرو میگیره، ببینیم میتونه دست رو بکشه سر زیر بغلی کمنگیری، ولی همه راه ها رو بسته کشتیگی روس. حالا داور بله درخواست کمکاری میکنه، اختیار کمکاری برای کشتیگی روس و باید در خاک بنشینه. ببینیم در خاک چه میکنه دلاور قومی ما. بالا دست رو کلاب میکنه، حالا میاد پایین. ببینیم باراندازش رو میزنه یا نه، باراندازش خوبی میزنه. ببینیم میتونه به کشتیگیر روس بارانداز بزنه یا نه، دست کاملا چپ راست حالا میره برای بارانداز. ببینیم بله یه شکم میزنه و بله اینجا باراندازش رو به اجا میذاره، یه بارانداز دیگه هم بزنه ما نزدیک میشه امتیازمون و ما برنده هستیم. کشتیگیر روس همچنان داره رو به جلو حرکت میکنه. نه قبل از اینکه جابجا میشد باید بلافاصله بعد از اون بارانداز اول دوم میارم میزد. کشتیگیر روس به خودش اومد، دست و پاها رو کاملا باز کرد و محکم به روی توشه چسبوند خودش رو، نشد بارانداز دوم رو. اگه اون بارانداز رو میزدیم حالا اینچه کشتی پنج برس پنج میشد و ما برنده این میدان بودیم. ولی خب یک دقیقه و 40 ثانیه تا پایین کشتی زمان داریم. ببینیم دلاوره اهل گم ما چه میکنه با این کشتیگیر. کشتیگیر خوش نفسی هست، نمیخواد کم بیاره، نمیخواد خسته بشه. محمد جواد رضایی نقره زیر 23 سال جهان رو داره، اونجا در فینال به حسرت جعفروف آذربایجانی با نتیجه نزدیک 3-2 کشتی رو واگذار کرد و به نقره رسید. حسرت جعفروف هم قهرمان جهان هستش، کشتیگیر خوبی هست محمد جواد رضایی. ولی خب این روس گلدور هم کشتی بلد هست و کاملا مشخصه رو کشتی رضایی کار کرده، کاملا راه رو بسته، نمیذاره زیر کتف بزنه، نمیذاره دست رو بکشه. ببینید کاملا اونجا رو چسبونده به بدنش. یه لحظه میشینه برای کمرگیری ولی راه بسته است، هر دری میزنه راه بسته است. همونجا تو خاک باید کار رو تمام میکرد، یکی دو تا بارانداز میزد به این کشتیگیر روس. تو سرپا سخت است از این کشتیگیر کشتی بلد روس امتیاز گرفتن، چون کاملا داره کنترل میکنه و بسته راه رو. 40 ثانیه تا پایین کشتی زمان داریم، هرچه در توان داره باید رضایی رو کنه. ببینید کاملا تو لاک دفاعی رفته، یه لحظه دست تو کشین نشست برای کمرگیری، میرفت که فنون بالا رو اجرا کنه ولی راه نمیده. کشتی گره روز کاملا داره کنترل میکنه کشتی رو، دیگه باید چپ و راست حمله کنه، دیگه هرچی در توان داره باید به اجرا بذاره تا خودش رو به فینال برسونه، وگرنه که باید برای برنز مبارزه کنه. فقط 10 ثانیه 15 ثانیه تا پایین کشتی زمان داریم. کاملا دستا رو بسته، دستا رو گرو گرفته کشتیگیر روس، یه دست زیر کت اون یکی دستم گرو گرفته. ببین یه لحظه میشینه برای کمرگیری، نه دیگه اینجا کشتی رو واگذار میکنه محمد جواد رضایی. بله اینجا کشتیگیر روس به فینال راه پیدا میکنه و کشتیگیر ما رضایی عزیز باید برای برنز بجنگه. خب دوستان امیدوارم که از دیدن این کشتی لذت برده باشیم. سال جدید رو هم به شما عزیزان سروران و همراهان همیشه که کانالمون تبریک میگم. امیدواریم سالی پر از شادابی و سلامتی در انتظارتون باشه. تا درود دیگر، بدرود.